حالا شب مسافرت کردین؟ به خاطر عشق کامران شب و روز برام فرقی نمی‌کنه. میرم تا بهش برسم. فکر می‌کنی اون به خاطر من امشب تا صبح بیدار میمونی؟ معلومه. بیچاره کامران از دیروز که رفته اصفهان به خاطر شما نه تنها موجه به هم نزده، بلکه داره دقیقه شماری میکنه که شما برسین پهلوش. شاید هم فکر کرده شما تا حالا عروسی کردین و از غصه شما الان خودش نفله کرده. چی میگی؟ هیچی بابا، شوخی میکنم. بهش قول دادم امشب تا صبحم شده شما رو بفرستم اصفهان. راستی؟ مراسم عقد که انجام نشد دیگه چی؟ اگه یه خورده شل داده بودم پدرم تصمیم داشت مراسم عروسی هم همین امشب انجام بشه. هر دفعه که آقا می‌خواست خطبه رو بخونه یه کلکی زدم. یه دفعه گفتم سرم درد می‌کنه، یه دفعه خودم رو به دل درد زدم، تا بالاخره اومدم تو اتاق خودم و در از تو بس ما از پنجره پریدم بیرون. به هر حال نقشه‌ای که کشیدیم تالاش خوب انجام شد. فقط دلم راضی نمیشه شما تنها بری. بازرم بیام تو اصفهان شما رو برسونم و برگردم. نه تو نباید بیای احمد، تو فردا باید بری دانشگاه. همینقدر که این ماشین رو برام تهیه کردی ازت خیلی ممنون. من و کامران سالاس با هم دوستیم، بازرم بیشتر از اینا کمکش کنم. باشه تنها بریم. کاش میدونستم دو مادرم چه حالی داره. چیه جونم قربونت برم الهی مادر. بگو عروس جارو با کنم. من جانم بگم الان دیگه در باز. دخترم نسین در باز کن. بیا بیرون انقدر آب رو ریزی نکنم. نسین من مادرتم، بیا بیرون. من دارم با ترمون کنت بریم. عروس خانم من دو مادرم با ترمون میزنم. من خودم نیکو جمال. این حرفا چیه میزنی ماما؟ کشتن یعنی چی؟ میخواد بیاد بیرون، میخواد نیاد. نه جون باید بیاد بیرون. آجون تو بهش بگو بیاد بیرون. تو بهش بگو باید. دختر پرفیس و افاده، اینقدر پسر من رو اذیت نکن. بلند شو بیا بیرون. شوهرم اینقدر پول برای بچم گذاشته که میتونه صد تا مثل تو رو بخره و آزاد کنه. نه جون، من فقط نسینی میخوام. دعواش نکنی، اوقاتش تمام. چرا دعواش نکنم عزیز دلم؟ 500 هزار تومان مهریه خیلی پول. به هر دختر خوشگلی بخوای بدی ها، با جون و دل میاد زنه میشه. نسین اگر نیای بیرون درو میشکنم. اجازه میدین؟ هرچی مامان جونم بگیم. لازم نیست درو میشکنی، بهتره به دخترتون بگین دست از این خلبازیاش بردار و بیاد بیرون. بله، بهتر از زودتر تشریف بیاورن دفتر را امضا کنه. آقا یه دستوری دیگه پیدا کرده. گرونم تو همینه. خدا کن اجون الان داره وا میکنن. میشه عروس نیاد بیرون من برم همونجا باشه عروسی کنم؟ نه عزیزم، باید بیاد بیرون. اول صیغه عقد باید جاری بشه. خب صیغه رو صبح جاری میکنم. الهی داره نمره یه دفعه من میخوام. آقا این داره وا کنید، من میخوام اینو باشه عروسی کنم. زنجونا، زنجونا اجون، زنم کجا رفتی؟ کجایی؟ زنجونا کجا رفتی؟ مثل این که عروس خانم فرار کرده. وای خدا آبروم رفت. زود برین تو خیابون، هر کجا هست پیداش کنی. زود باشی. چرا زنم فرار کرده؟ من زنم میخوام. گریه نکن عزیزم، بلند شو بگی. بلند شو بگی. خاک بر سرتون با این دخترتون. شما ها لیاقت پسر منو ندارید. فردا میگردم صد تا دختر قشنگتر از این واسه پیدا میکنم عزیز دلم. حالا اینجا من چیکار کنم؟ گریه نکن جون، چیزی که فراوون دختر خوش من زم بی ارزه ها خودشونو مسخره کردن. خاک بر سرشون با اون دخترشون. چطور با این عروسی کنم؟ نه مادر بیا بریم، اینا همشون سر و سر یک حرف هستن. نه قربونت برم. بی بریم مادر، بیا بریم عزیزم، بیا. اوخ مخم تو ریکید خودم. چطور شد پیداش کردی؟ از اینجا نخوره کنم آب شده رفته تو زمین. تمام تخشیر اون پسری گشنه است که عقل دختر منو عوض کرد. از کجا وردن علالم نرفته باشه اونجا؟ کجا؟ خونه کامران. درسته. آخه ده کامران کجا بودی؟ مگه نرفتی اصفهان؟ نه طاقت نیاوردم. سارا تو قهوه خونه وسط را منتظر بودم ببینم تو چی کار میکنی. وقتی دیر شد فهمیدم نتونستی نقشتو عملی کنی. به عروسی نسرین تموم شد. منم اومدم و تصمیم گرفتم اگه به قیمت جونم هم تموم بشه مانع عروسی من بشه. ایداد بیداد، آخه من امشب باید یه نفر کشته بشه، یا من یا اون مجونی که به اسم داماد میخواد سعادت منو ازم بگیره. من اومدم فقط همینی به تو بگم و برم. خدافظ. کامران صف ما کجا داره میری؟ ببین چی میگم. نسرین رو من با هزار زحمت یه ساعت پیش فرستادم اصفهان. تو راست میگی؟ یا اینکه داری شوخی میکنی؟ چه شوخی دارم با تو بکنم؟ من که با تو قرار گذاشتم این کارو بکنم. نسرین بیچارم با هزار زحمت فرار کرد، الانم تو جاده اصفهان تک و تنها تو بیابونا داره میره. خدایه
ممکنه همونا باشن. صبر کن از پنجره ببینم. یه دقیقه صبر کن. جناب سرباز من چه میدونستم یه همچین بلایی سرم میاد. کامران پدر نسرین و چند تا پاسبان یه افسر اومدن اینجا. اینجا چیکار دارن؟ خب این که معلومه چیکار دارن. میدونی پدر نسرین به تنها کسی که مظلوم بشه توی لابد فکر کرده دخترش که فرار کرده صاف اومده اینجا. اصلا چه خوب شد که اومدن. میان اینجا وقتی میبینن نسرین پیش تو نیست خیالشون کاملا از طرف تو راحت میشه و میرن. اون وقت بعدش تو هم یه سواری میگیری و فورا خودتو میرسونی به نسرین. خوبه؟ فکر میکنم دیگه فکر نداره. خیلی طبیعی بشین و مشغول مطالعه بشو. انگار نه انگار که آب از آب تکون خورده. بهش من دارو با کنم. کیه؟ بود؟ بله کامران تو خونه؟ خب بله. خواهش میکنم ببر به اینجا هم زمان. نماینده دادستان. میگم بفرمایید تو. بدبخت همین پسر است جناب سر. بلند شید. اسم شما کامرانه؟ بله. شغلتون چیه؟ دانشجوی سال چهارم حقوق. میبینین که نزدیک امتحانات و دارم با دوستم احمد درس حاضر. آره. شما دختر ایشون رو میشناسین؟ بله. یه وقتی با دختر ایشون آشنا بودم. حتی تقاضای ازدواجم کردم. اما چون دانشجو بودم پدر ایشون بودم. خب بندم منصرف شدم. درست احمد؟ آره آره. شما در حال حاضر میدونین دختر ایشون کجا هستن؟ من؟ دختر ایشونو؟ والا من چه میدونم؟ ایشون پدرشونن از من میپرسین. ولی دختر منو تو فریبش دادی. دختر منو تو قایمش کردی. جناب سرباز دستور بدین تمام خونهشو بگردن. بله برای اینکه بیگناهی من ثابت بشه همه جا رو بگردن. برید بگردید. اتفاق بابا شما میدونستین امشب عروسی دختر ایشونه؟ امشب؟ عروسی دخترشون بوده؟ خب مبارک باشه قربان. و تو با جنس بدن اطلاعی ندی؟ او جان عزیزتون اگه من میدونستم به همین قبله اگه من خبر نه مسلمون قبله از این طرفه. به هر حال اگه معلوم بشه که دختر ایشون رو شما فریب دادین و فرارش داده باشین و یا در محل دیگه قایمش کرده باشین براتون خیلی گران تموم میشه. میدونم جناب سروان. مطمئن باشین وقتی ایشون حاضر نشدن دخترشون رو به من بدن خب منم پامو کشیدم کنار رو برای همیشه فراموشش کردم. قربان همه جا حتی پشت بونارم گشتیم اما هیچ کس رو پیدا نکردیم. بسیار خب آقای داراب فعلا چون مدرکی پیدا نکردیم نمیتونیم ایشون رو جلب کنیم. فقط برای رفع سوء تفاهم از آقای کامران و دوست محترمشون خواهش میکنم تا فردا صبح از خونه بیرون نرن. ممکنه؟ بله جناب سربان. بسیار خوب بسیار خوب جناب سربان. ولی من قسم میخورم که کار همین پسر است. مطمئنم دخترمو یه جایی قایمش کرده که بالاخره امشب بیاردش همینجا. بسیار خب برای اطمینان شما میگم یه پاسبان تا صبح همینجا کشید. بعد صبح چی؟ میگم مامورین ما تا چند روز مواظبش باشن. به گاومون زایید. خیلی بد شد. نسرین چی میشه؟ قصدشو نخور. اون که آدرس خونه خواهرتو داره. یه راست میره خونه خواهره. تو هم فردا صبح برو اصفهان. خدای من آخه یه دختر تک و تنها تو بیابون ممکنه اتفاقی براش بیفته. همش دلم داره شور میزنه. خیلی بیمهوزی رو دادی به من. اونجا رو نگاه پدر نسرین فرستادتشون ولی صبح به این زودی اینا اینجا چی میخوان؟ خب معلومه نسرین رو میخوان. پس من حالا چجوری برم اصفهان؟ فعلا بیا بریم ببینیم چی میشه بلکه یه جوری گامشون کنیم. بیا رضا عجب لعبتیه. چی میخواین؟ ما چیزی نمیخواییم. اومدیم ببینیم شما چیزی نمیخواییم. نه 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 متشکرم. من بنزین تموم کردم. شما بنزین داری؟ کامیون ما گازوئیل داره. به درد شما میخوری؟ نه مرسی. شوهرم رفته بنزین بگیری بیاره. الان میاد. اون قهرمان بوکسه. پس ما اون قهرمان دو هستیم. پس تو بادارم که فایده نره. Thank you.
چون به سیبیلای من چی کار داری؟ اسباب بازی دیگه نیست بری باش بازی بکنی؟ برو بزرفای ننت بازی کن. مامانم خوابه بیدار میشه. مگه تو خواب نداری؟ داشتم تموم شد، حالا یه چیز دیگه دارم. چند دفعه بابا؟ سلسل بول گرفتی؟ من دیگه نگر نمیدارم. پس اقلا سیبیلا با ول کن ریش هم بچست. آخه تو که ریش نداری؟ با گوشان بازی بکن. آخه دراز که نیست. کاش یه اولاق برات خریده بودم. سب کنم این چیه داره دست تکون میده. انگاری پیرزنه. تو از کجا فهمیدی که پیرزنه است؟ اگه پیر مرد بود که اینطوری روشه نمیگره. قربونه برم که فهم و شعور تو فقط از بابا به ارث بردی. من میرم ببینم پیرزنه چی میگه و برمیگردم. شلوغ نکنه مامانو بیدار بشه. آقای باشعور، کی از سر صدای تو بچت خوابش میبره؟ برو ببین پیرزنه چی میخواد، زود برگرد. ببخشید مادر، چه فرمایش دارین؟ معذرت میخوام، مثل اینکه بنزین تموم کردم. راننده ماشین کجاست؟ خودم هستم، مگه عیبی دارین؟ نه مادر، زنهای امروزه آپولو هم سوار میشن. حالا مطمئنین که بنزین تموم کرده این؟ درست نمیدونم. خب عقربه که نشون میده، اجازه من ببینم. چی شده؟ بنزین تموم شده؟ بله، میچ که منم دارم تموم میکنم. چی گفتی؟ شری، زود باش. اومدم. ببخشید مادر، بهتره پتو بکشین رو پادون. نکنه شما مادر نیستین من بیخود دارم بدون توهین میکنم. ده زود باش دیگه شری. اومدم. بالاخره بنزین تموم کرده. بله، والا منم بنزین یه دکی ندارم به شما دارم، اما تو باک ماشین یه مقداری هست. میرم با شیلنگ ازش در میارم بدون میدم. تا برسیم پمپ بنزین زیاد دور نیست. بی زحمت شما بیان در باکو باز کنین تا من بیام. که یه دختر جوان تو اون ماشین بود چقدر معطل میکردی؟ اون دیگه معطل نداره. سوار ماشین اون دختره میشدم و تو بچه ها رو تنه میذاشتم و فلنگ رو میرفتم. غلط میکردی، چشماتو در میاردن. این پیرزنه عجب ساقای خوشگلی بود. چه خبره تو؟ چرا اینقدر دست پاچه شدی؟ بپاشی حتی با تو چشت نره. به خاطر پیرزن؟ بدونم پیرزن، هنوز نتونستی یه در باز بکنیشون. شما که پیرزن نیستی؟ از ترس شما مرد خودم ولی پتو پیچیده. یعنی حتی از من زن به چه دار؟ مرد همشون تشنه، چه مجرد باشن چه مثل شما زن و بچه داشته باشن. زبون موها رو بذاری دختره، حالا دیگه ادا منم در میاره. بفهم مادر، ببخشید دختر خانم، راستی چند مرتبه پشت سر هم با پادون گاز بزنیم 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 تا ماشین روشن بشه، فهمیدی؟ خداحافظ پیرزن. پیرزن 20 ساله. متشکرم آقای شریف. احسان شریف، مدیر و مؤسس کارخانه شیر پاستوریزه گلدشت اصفهان. تو که خودت بنزین نداشتی چرا این همه دادی به پیرزنی؟ اگه خودمون تو را موندیم چی میشه؟ مهم نیست، آدم باید به همراه خودش کمک بکنه. الان میرسیم به پمپ. پیرزن بیچاره بوده. ماشاءالله پیرزنه چه دست فرمونی داره. تو یاد بگیر. مدخرف نگو. چشم. آو ول کن دیگه این بیساب شده را، دونه دونه همه رو کندی. برسیم اسمه از ته میزنم. خب منم این کارو میکنم که بزنی. چند تا بزنم؟ پرش کن. چشم. ای وای، کیف پولم رو جا گذاشته.
چیکار کنم؟ آخه واجب بود تمام بنزینا رو خالی کنی تو ماشین اون پیرزنه؟ خب چیکار کنم؟ حواسم نبود خودمونم بنزین نداریم. بگو حواسم تو ساق پای پیرزنه بود. فیرز جون تو چه خبر از حس انسان دوستی من داری که؟ چرا هر وقت یه زن میبینی حس انسان دوستیت گل میکنه؟ اون چه زن نبود، پیرزن بود. از حالم کیف پولم رو جا گذاشتم. حال اومدش اون که داره ماشین شوهر میده داداشمه. آره زودتر بنزین بزنین و بیاین، پول بنزین منو داداشم میده. خدافظ. به سلامت همشنه. خوش اومدی. این دیگه کی بود؟ اون پیرزنه بود دیگه. معنی پیرزنم فهمیدی؟ بابا جون چیزش کجا؟ آقا اینو پرش بکن تا امرم بچره خالیش بکنم. اینجا نیست. ها اونجاست. آقا پر شد، بیایی ماشینی دونو بزنین کنار ماشین معطله. زود باش بابا جون. خیلی خوبی، خودت صبر کن. چقدر بشه؟ میشه 60 تومن. چقدر؟ 60 تومن؟ 50 تا برای شما زدم، 50 تا واسه آباجینو. آباجین دیگه کیه؟ همین خانم که الان با شما خداحافظی کرد و رفت. غلط کردی، آباجی من نبود که. دروغ گفت، عجب حق بازی کلا گذاریه. تو را بهش رو دادی، حالا باید همین کلا رو سرت بذاره. تا تو باشی دیگه اینقدر حس انسان دوستیت گل نکنه. از خود خوبش بکشم بیرون. خجالت نمیشه زد که پیچش میره. کلا سر من اسباونی میذاری؟ یالا برو. اصلا کار خیر نمیشه کرد. الان میگیرمش. غیر از اینکه پول بنزین ازش میسونم، اون بنزین مجانیم که بهش دادم پولش میسونم. ایوا میترا بچم کجاست؟ وای تو مسترا جام. مجلد گفت بود گرمیدی. الان بابا میاد نگاه کن. الان بابا میاد. گریه نکن بابا جون. بابا جون آخه دسته خودت زهر ما رو. بابا جون دم و ساعت که آدم نمیشه از این کارا داشته باشه که دیگه تا اسفان جایی نگر نمیدارم. یاد برد تو ماشه برو. خیلی ازش عقب افتادی. بالاخره میگیرم استعب بکن. چی بود؟ هیچی پوچید. چی؟ تایر؟ پس من پیاده بشیم. بابا چی من میتونم برم بقیه کارمو بکنم؟ رو رو برم بهتره که. بابا معلومه چی گفت کردی؟ این ماشین چی بود تهرون خریدی؟ زنگ نزنین، کسی تو خونه نیست. رفتن. کجا رفتن؟ رفتن مشهد زیاره، یه هفته دیگه میاندش. شما دختری کی هستی؟ دختر آواری. بیچاره دلتون میخواد بیان بالا. منم اینجا تنها. گم شو کچم. چطل به قربونت بشه. آخه قربون اسمان خودمون. میخوای بگردیم پیرزنه رو پیدا بکنیم پولی بنده؟ نه برو خونه. کجا میخوای دنبال پیرزنه بگردی؟ سلام خانم. سلام آقا. یه اتاق میخواست. تنها هستی؟ بله. خواهش میکنم مشخصات خودتون رو بنویسید. شناسنامه خدمتتون هست؟ بله. لازم داریم؟ نه خانم، چون تنها هستین وظیفه داریم سوال کنیم. متشکرم. اساسیه داریم؟ بله، یه چمیدون تو ماشین. بریم. زود ماشین خانم رو بذار تو پارکینگ. چمیدونشونم ببر اتاق 401 کش. لطفا یه اطلاعات یه کیهان برام بفرست. اطلاعات کیهان، مجله، روزنامه، اخبار، اخباری روز، خبرهای مهم، کیهان، مجاهد، اولیا، روزنامه‌های محلی، روزنامه‌های پایتخت. بشه تابید همینجا پارک رو ببینم.
آی اطلاعات کیهان، اطلاعات هفتگی، بانوان، آیندگان. وای میگه حالا میاد در واق کند. توفیق سفید و سیاه، تهران مصور، اصفهان، زن روز، صبح امروز، صبح فردا، صبح پس فردا، راهی نجات، اصفهان، کیهان. آخ جون، اوم، هستی، مغزی و سخون، زندگی، تمامی وجودم رو بدم خدمت دو. بدش منو برو، امروز هوا خیلی پسه. چی چی راش برو؟ کجا برم؟ من میخوام تا غروب چند مرتبه دیگه بیام روزنومه بیارم تو رو ببینم. میشه داها اینجا؟ اه میگه از تهران اومده؟ عجب آقای بی خیر و برکتی هست و سرخری بد لعنه. به جد آباد لعنه، به هیکل لعنه. پس خیال داشتی من همیشه تهران ببونم که تو شب روز روزنومه بیاری در این خونه؟ من میخوام ببینم این اطلاعات کیهان روزی چند مرتبه چاپ. والا اطلاعات کیهان روزی یه مرتبه چاپ میشه. بعضی وقتا که خبرها داغ باشه روزی دو مرتبه هم چاپ میشه. خیلی داغتر که باشه روزی سه مرتبه چاپ میشه. پس تو چرا روزی ده مرتبه میای در خود روزو میفروشی؟ اینا دیگه فوق العاده است میاریم آقا. بگو میای اینجا فوق العاده بازرگی کلفتی من لاس بزنی تو. با کلفتی شما نه خیر جون شما، من فقط اشتباه میکنم. میدونین آقا روزنامه فروشی کاری خیلی مشکلیه. مثلا من میام روزنامه شما رو میدم، میرم تا کوچه روزنامه همه خونه ها رو میدم، برمیگردم از اینجا رد بشم شک میگیردم نکنه روزنامه شما رو نداده باشم، دو مرتبه زنگ میزنم یه روزنامه دیگه میدم و میرم. به جون شما من این بدبخت به خاطر همین اشتباه روزی کلی ها تو در این خونه شما ضرر میدم و میرم. ببینم فقط خونه من اشتباه میکنه یا هر جا کلفت خوشگل داشته باشن؟ نه آقا، میگه من چش داشتی به کلفت های مردم دارم یا کلفت ندیدم؟ من صبح توشون تو کلفت قلط میخورم، فقط نمیدونم چرا همین خونه رو اشتباه میکنم. خیلی خوب، من همین حالا زریر از این خونه بیرون میکنم ببینم تو دیگه اشتباه میکنی یا نمیکنی. نه آقا بیرونش نکنی، من قول میدم دیگه اشتباه نکنم. نه آقا دیگه اشتباه نمیکنم، خداحافظ. شما زرگره بیرونش نکنین، منم دیگه اشتباه نمیکنم. میگه من مرض دارم که اشتباه بکنم. خداحافظ آقا بیرونش نکنین دا، منم دیگه اشتباه نمیکنم. سعی شما کم نشه. آره واقعا من برم یه مرتبه دیگه این روز میفروشه رو در این خونه بیرونم از خونه بیرونت میکنم. مگه خودم دست و پا چلفتیم؟ چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه. دختری گفتی برم در و واکون. ای بابا باز برگشتی؟ پس به خیاله ترسیدم و فرار کردم. زریه فکر میکنی عشق علومی بی خودیست؟ من روز 500 شماره باید ببرم در خونه مردم بدم. حاضرم به خاطر تو هر 500 شماره رو بیارم بدم به تو. تو غلط میکنی، بازم از رو رفتی یا برگشتی؟ حالا بیا چی میخوای بدهی در خونه؟ آقا اون بدم روزمه فردا رو بدم و برم. روزمه فردا که هنوز در نیمده. راست میگه دوست به فرده در نایمه دست برم چاپ کنه بینم در مده دست در نایمه کنی حالا حساب ده بینستم. آی اطلاع کیهان، خبری مهم، قراری یه روز دومه فروش هزت میشه یه فروش. ببخشین آقا شیر گاو داری؟ پس شیر خودمو دارم. حسین این چی میخوان؟ چشم آقا. اطلاعات کیهان، اطلاعات کیهانه. بیا بگی بده آقا. آقا برای اینکه که دستی من دلخور نباشین از امروز روزنامه رو میارم همینجا. بارک الله، قول شرف میدهی؟ بله قول شرف، فقط مجله رو میبرم در خونه. بفرمایید. این ناغلا خودش است، خود بنزین دزدش است. عکس فوق متعلق به دختری است که با لباس عروسی شب قبل از خانه داماد فرار کرد. پدر این دختر و همچنین مقامات انتظامی از کسانی که اطلاعی از صاحب این عکس دارند تقاضا می‌نمایند به نزدیکترین مرکز انتظامی و یا به تلفن 41-807 اطلاع داده و مژدگانی قابل توجهی از پدر دختر دریافت. Essa é
شریف مدیر مؤسس کارخانه شیر پاستوریزه گلدشت اصفهان. خداحافظ. فروشگاه شیر پاستوریزه گلدشت اصفهان. خودم هستم. من همون دختری هستم که تو جاده تهران اصفهان به من بنزین دادی. ای ور پریده، خوبی بهت نیومده. چرا 30 تومن یه کلاه سر من گذاشتی؟ من قصدم کلاهگذاری نبود. باور کنین من پول همراه نداشتم. معلومه است دیگه. دختری که با لباس عروسی فرار بکنه سرنوشتش به ترزی نیست؟ پس شما هم داستان منو میدونی؟ بله، عکس دادم الان تو روزنامه جلومه. دلم میخواست میدونستم کجای فوراً تحویلت دادم و تلافی بنزینا رو در میآوردم. مانعی نداری، من آدرسمو میدم به شما که شما به پولتون برسید. اما من روی شما جور دیگه ای حساب میکردم. فکر میکردم وقتی علت فرار منو بدونی میتونین کمکم کنی. خیلی خواب قره نگیر، به کلانتر خبر نمیدم. عجب فیلمی هستی ها. دیگه برام بی‌تفاوت. آدرسمو بهتون میدم، میتونین به پلیس اطلاع بدین. اما بدونین قبل از اینکه پلیس منو دستگیر کنه، من خودمو از طبقه چهارم انداختم تو خیابون. نه این کارو نکنین. گفتم خبر نمیدم، پول بنزینم بخشیدم. به هر حال من تو هتل عالی قابو طبقه چهارم اتاق 401 هستم. اگه وجدانتون اجازه میده میتونین چند دقیقه بیاین اینجا و به شنیدن داستان من به خاطر خدا کمکم کنین. اما اگه با پلیس بیاین مطمئن باشین فقط نهش منو میبین. چش دختر جون، میام هتل، هر کمکی از دستم برات انجام میدم. اما حالا نمیتونم، میخوام برم تا گاوداری کار دارم. 8 بعد از ظهر خدمت میرسم. مهم نیست، مهم اینه که شما هر چه زودتر کمکم کنین. من تا ساعت 8 صبر میکنم. اگه یه دقیقه دیرتر اومدید مجبورم خودم از زندگی خلاص کنم. باشه، 8:01 شد، قراره اون باشه اون دور. من مخصوصا شما رو خونه خودم دعوت کردم که کمکم کنید. من چه کمکی میتونم به شما بکنم؟ این دو روزه هر کجا که میرم یا پلیس تعقیبم میکنه یا نوکرای شما. آخه من چه میدونم دختر شما کجا رفته؟ گوش کنین آقای کامران، من و شما هر دومون دختری رو به حد پرستش دوست داریم. شما اونو دوست داری که سعادتمندش کنی، منم پدرشم، میخوام که خوشبخت بشه. شما هیچ وقت خوشبختی دخترتون رو نمیخواین، چون عملا اینو ثابت کردین. شما میدونستین که من و نسرین همدیگر رو دوست داریم، اما به خاطر اینکه من یه دانشجوی فقیر هستم با عروسی ما مخالفت کردین و دخترتون رو با زور تهدید بعد توفیه در آوردین که هنوزم تا مادرش براش لالای نگه خوابش نمیبره. تنها موجودی بانکیش برای شما مهم بود که دخترتون رو باهاش معامله کردین. من دخترم رو معامله نکردم، نسرین عقد نکرده فرار کرده. مگه شما اینو نمیدونستین؟ نه. به هر حال گذشته ها گذشته و من از عملی که در باره شما کردم سخت پشیمانم و برای همینی که امروز دست کمک به طرف شما دراز کردم. آی کامران، نظر با این موی سفیدم جلوی پای شما زانو بزنم و گریه کنم. فقط ازت خواهش میکنم کمکم کن که دخترم رو پیداش کنم. بسیار خوب، با اینکه نمیدونم نسرین کجاست، اما به خاطر عشقی که هنوز بهش دارم میرم میگردم و پیداش میکنم. دست درد نکنه موسیون، نمیره الهی. مردای خارجی بعدشون میاد مرد ببوسدشون. ببخش موسیون. آقا اون لوله ها رو نگاه کنیم. اینا شیر از اینجوری تو لوله ها میره؟ بله قربان. ایس شان یا؟ جانم ببین شیرا چجوری تو لولا میدوبنده. به خدا عالیه، قربون دست بچت موسی. بس مخنسه با خودت دی. تو رو خدا میبینی اب چی کار کرده؟ کام از هیر زنز ایز سایت شون چی 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 بولبول بول میگه بیاین اینجا. این همه حرف میگه بیاین اینجا. بریم اینجا. Das ist kalt in Kabine. Denn die Milken gehen in diese Kabine. In hier geht schon kalt und die Maschine geht schon in Glas. میگه وقتی شیر وارد این مخزن شد در اینجا سرد میشه و به وسیله دستگاه اتوماتیکمان به شیشه های پاستوریزه. ای خدا، زنده باشی موسیو، دست درد نکنه. ای وای، هوا داشته باش الان میزنه دمو. شایز منش با جد آبادی. اینا چرا بعدش میاد مرد ماچشون؟ بالا قربان نمیدونم. جونم نگاه کن. ببخشینا، رفته بودم ویلا گلا را آهدم، دیدم تلفن ویلا شما رو میخوان. نفهمیدی چیست؟ از فروشگاه آقا. حالا میام.
الو بله حسن اینطوری بگو بی خود گفتی شیر نداریم تازه کارخونه را افتاده است زود شیرازو بگی بگو از فردا صبح عوضی یه تون روزی پنج تون شیر بردم میفرسیم چشم آقا راستی خانومی هم تلفون زد گفت ساعت 8:01 یادتون نره آره 8:01 میخواد به چش شیر بده حسین من امشب کار دارم باید زود برم اگه خانوم تلفن زد بگو رفتن یه گاو خوبس معامله کنم چشم آقا خانوم به چه اومدن؟ بای بای خدا 8:01 چه کارش بکنم؟ سلام 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 شریف جون بچه ها کفر منو در آوردن که امشب باید بریم سینما سینما؟ بچه ها غلط کردن فیلم ها امشب هیچ کدومشون خوب نیستن همش بزن بزن است خب بابا جون بریم یه فیلم عشقی که ماچه بوسه داشته باشه خفشو ورپریده از حالا حواسش تو فیلم های عشقی و ماچه بوسه است بابا بریم فیلم بیسن بیسن که پس فردا بابا دو بزنی دهترم با چاقو لطفار بکنی اصلا امشب سینما شلوغه بلیت گیر نمیاد فهمیدیم بلیت گیر نمیاد من قبلا بلیت خریدم بازم بهانه هست بیاری خیلی خوب بریم آخه به چه شیخوریه چی تو میشه زری هست ازش مواظبت میکنه زری مواظبشه کدوم سینما بریم چهارباغ به من چه فیلمش دیدم تو به چابرو و من همینجا میمونم به کارم برسم کی دیدی تازه امشب شب اولشه خیلی خوب بریم خدا رحمتش بود کیو میگی گاو همسایه‌مونو آخه امشب بخواد بمیره خواستم کمکش کنم نمیره خب بمیره به تو چه آخه حیفه نمیدونی چه گاوی است چطوره به صاحبش تلفن بزنم که فردا بیاردش گاوداری بگم دکتر معالجش کنه میدونی چه ثواب داره خیلی خوب تو زودتر تلفن بزن ما میریم تو ماشین خیلی خوب بریم بریم میشه واسه تلفن رو بیا اینجا بفرمایید این سویچ هم بگی برو زود در ماشین رو واکن خانم بچا بشن تو ماشین بودش بله متوجه منظورتون اینه که میخوای نیای چرا میام اما با اجازه شما ساعت 11 آخه والد آقا مصطفی و بچا همین حالا اومدن که اونها رو برشون سینما و تا بخوام سینما برگردم و یه بهونه جور بکنم میشه 11 باشه تا ساعت 11 هم صبر میکنم یالا بچا تون تون بخورید میخوایم بخوابیم خیلی نگاه کنیم مثل من شریف امشب چته؟ چرا اینقدر عجله میکنی؟ کسی دنبالت کرده؟ آره عزیزم غیر از تو کی میتونه برای دنبال بکنه؟ مخصوصا امشب که شب جمعه است امشب خیلی سر حالم من دلم خود زود بخوابی ده زود باشتی که خیلی خوب امشب آفتاب از کدوم طرف زده؟ سب کن بچه ها غذاشون تموم بشی بخوابم بعد ده بسه دیگه بابا جون مگه نمیدونید شب زیاد خوب نیستادم غذا بخوره میپکید کلام کیها زنی روز مردی شب سیاه و سفید سفید و سیاه بدم خدمت دون برو یه ساعت دیگه بیا هنوز نخوابیدم پس یه لقمه بذار دهنم بگیرو برو آخ یه لقمه هم از خودت بده آخ جون دریای صبح جمع بگو تو یه صبح هم یه اونجا فنگ کردیم پیشکه پدر سک هرچی میذرمش باز میاد عجب گربه ای بر جنسی اصلا پیشکه کدوم گربه بود؟ همون که اطلاع که ها میپروشه؟ تا موش چاق و چله مثل تو توی خونه است این گربه اینجا رو ولی میکنه بیا سفره جمع کن میتا جون بابا هنوز میخوری؟ دیگه نمیخورم امشب معلوم نیست بابام چه خیالی داره که میخواد ما رو زود بخوابونه فلان شدی؟ یالا تای بشقابا رو بده همون گربه بخوره بوده بینم یالا زود باشتی امشب چه؟ آخه داره خوابم میگیره اومدم عزیزم اصلا نمیخوام بیای من که خوابیدم سب کن اومدم تو 6 ماهه به دنیا اومدی
دستی تو این طرف کن. من خوابم عزیزم. باشه فردا شب. دوست نشو. من که نمیذارم بخوابی. شجم. خلاصه تا تکلیف منو معلوم نکنی من پاشته در این خونه رو ول کنیستم. عوضی 24 ساعت 28 ساعت میام اینجا. بالاخره با خانم آقا گفتی یا نه؟ بالا 100 دفعه به خانم گفتم خانم که حرفی نداره. مثل اینکه آقا زیاد دل خوشی استو نداره. بله من خودم میدونم چرا آقا مخالفه است. برای اینکه این آقا خودشون یه پاشون بر تو میلنگه. داره. ببین چشمه رو ارباب. اربابا بیشترشون همینطورن. کلفتای خوشگله میارن تو خونه که همه توبره بخورن همه زاخور. ببین به مرد که بگه تو خود زن و بچه داری یه لقمه کلفت رو بذار برام. خلاصه بهت بگم من تا تو رو نسونم و داغ رو به دلی ارباب نیذارم دلکون معامله نیستم. سلام. به خدا قسم میگه تو این دنیا یه ارباب خوب پیدا بشه آقای توست. من که در بس مخلصشم. تو دنیا مگه یه روزمه فروش ناجنس پیدا بشه فقط تویی؟ برای که فقط تویی که میای نصف شب و دم صبح هم روزمه میفروشی. آقا به جون شما امروز روزمه دیرسته بود. من دارم حالا فوق العاده کار میکنم. تو اومدی روزمه بفروشی یا فوق العاده داری عشق بازی میکنی؟ اختیار دارین آقا. آخه تو چی میخوای جون کلفتی ما؟ آقا من جونش نمیخوام، خودش میخوام که باش عروسی کنم. البته با اجازه شما. با عروسی کنی؟ به خیال به همه آسونی مفتی میدمش ببریش. من ده برابر وزن خودش پول خرج کردمش تا اینقدر شده است. اینقدر شیر گاو دادمش خوردش که الان خودش هم مثل گاو شده. خلاصه دختره نمیتونی با جیبی خالی ورداری ببری. مهریش زیاده. پول رو کن تا منم کلفت رو بکنم. چشم آقا مطابق نرخی روز هر چی باشد میدم. مهریش چقدر میشه؟ هر چی هست باید نقد بدی. فهمیدی؟ ده آقا میگه میخوام گاو خرید و فروش کنی. زریم با گاوای من هیچ فرق نداره. همونقدر که گاوا بیرون برام استفاده دارن، زریم تو خونه برای خانم استفاده داره. اون وقت بیا مفت مسلم بدم به تو ببری. آخه آقا کی تا حالا مهریه رو نقد داده؟ خیلیا. من که برای خودم نمیخوام، میذاری تو بانک به حساب خودش. چشم آقا این یک چه قبول دارم. مهریه چقدر میشه؟ حالا نصف شبی که وقت این حرفا نی، برو فردا با پدر مادر بیا بشین با هم حرف بزن. آخه من که پدر مادر ندارم، اجازه میدین خودم تنها بیام؟ خیلی خب تنها بیا. اما یه دفعه دیگه نصف شب تنها بیا اینجا روزمه بفروشی. من میدونم تو و این زری. فهمیدی؟ چشم آقا خدا سعید نکم نکن. خیلی خب برو. زری جون فردا همه کارا درست میشه دا. ده برو. من رفتم. تو هم برو بخواب. نصف شبی کجا تشریف میبری؟ من میخوام یه خورده هوا بخورم. غذا زیاد خوردم، باد کردم، میخوام یه خورده پیاده روی بکنم. باشه، شب بخیر. شب بخیر. آقا تا حالا نشنیده بودیم کسی خانمشو خواب بکنید و با ماشین برید پیاده روی. ای زلیل شده. لابا شما هم میرین دنبالی کار فوق العاده. پس بگو چرا امشب ماشین رو بیرون گذاشته؟ درسته زری جون، اما فکر بعد درباره من نکن. یعنی پای مرگ و زندگی نفر در میونه که باید سر ساعت 11 خودم بهش برسونم و زود برمیگردم. فقط دلم میخواد خانوم نفهمه. خلاصه شطور دیدی ندیدی؟ باشد به شرط که شما هم بذاری من و شطورم آزاد باشی. ای بچه خیلی خوب، تو با شطورت
منم با شوتورم. خانم نفهمیده. خوش اومدین آقا. دایی من اسمشون چیه؟ شریف. درسته. بله خواهش میکنم بگین تشریف بیارن بالا. بی زحمته که زنده این در رو واکنید. سلام علیکم. هنوز چند ثانیه به 11 و 1 دقیقه مونده است. متشکرم. بفرمایید بشین. بفرمایید. یالا یالا خانم نمیدونی با چه زحمتی خودم اینجا رسوندم. معذرت میخوام. جد معذرت میخوام. باشه. ببینم شما جدا می‌خواستین خودتون از این پنجره بندازین پایین؟ بله، راه دیگه‌ای نداشتم. خب ممکن است بفرمایید چرا؟ اصلا چرا با لباس عروسی فرار کردین؟ آقای شریف، شما دختر دارین؟ بله، دو تا دختر. یکی 7 ساله، یکی هم 4 ماه شیرخوری است. یه پسر 6 ساله هم دارم. شما مأمور آمارین؟ نه، فقط سوال کردم. مثل اینکه از تهرون که میمدین اصفهان با خانم و بچه هاتون بودیم. بله، والدق مصطفی بود و دوتا بزرگا. شیخوری هم تو خونه پیش مادرم بود. خدا ببخشدشون. خدا رفتگون شما رو بیامرزد. آقای شریف، نه، اگه یه روزی دخترتون بزرگ بشه شوهرش میدی؟ خب بله، پس ترشیش میدازم. به کی شوهرش میدی؟ لابد به یه پسر خوب و تحصیل کردی. خب بله، پس میدمش به یه دختر خوب و تحصیل کرده. اما اگه به جای یه پسر خوب یه پسر خول و دیوونه ولی پولدار پیدا بشه، دخترتونو بهش میدی؟ بله که میدم. نفهمیدم شو رخصه منو کشیده اینجا که دختری منو شوهر بدین؟ دختر من تازه کلاس اول دبستانه است. مثل که شما یه خود حواس پرتی هم دارین ها. کاش 11:02 اومده بودم. آقای شریف، من دیوانه نیستم. مخصوصا این سوال از شما کردم ببینم همه پدرای دنیا مثل پدر من یه جور فکر میکنن. مثل پدر من برای احساسات دخترشون ارزش قائل نیستن. مثل پدر من دخترشون در مقابل پول معامله میکنن. آیا همه پدرای دنیا دشمن شما رو یکی دخترشون هستن؟ من با پسری به نام کامه که دانش توی دانشکده حقوق بود آشنا شدم و به هم علاقمند شدیم. اما پدر من به خاطر اینکه کامران دستش از مال دنیا تهی بود با ازدواج ما مخالفت کرد. میخواست منو به زور به عقد کسی در بیاره که از پول سرشار اما از مغز محروم بود. و من برای این فرار کردم که میدونستم هیچ وقت تو خونه این مرد خوشبخت نمیشه. آقای شریف، شما خودتون پدر هستین، دختر دارین و بایستی درباره ای من درست قضاوت کنین. اما باید مواظب باشین قضاوتتون عادلانه باشه. باید مواظب باشین قضاوتتون دامنگیر خودتون نشه، چون شما خودتونم دو تا دختر دارین. دادگاه به نفع شما رأی میده و پدر شما رو به خاطر رفتارش محکوم میکنه، اما رئیس دادگاه شما رو نمیبخشه و گناهکار دونم میدونه. من چه گناهی کردم؟ چه گناهی؟ فرار یه دختر تک و تنها از خونه و کاشانه و پدر و مادر و ولو شدن تو بیابونا و هتل موتلا خودش بزرگترین گناه است، مخصوصا وقت که بنزین ماشین اون دخترم دزدی باشه. من تنها فرار نکردم. من اون با هم قرار گذاشتیم بیایم اصفهان با هم ازدواج کنیم، اما نمیدونم چرا کامران تا حالا نیومده. فکر میکنم اتفاقی براش افتاده. شاید هم عشقش ترک کشته باشه. نه خیر، اینطور نیست. خدا کنه. مرسی آقا، متشکرم. زنگ نزنین، کسی خونه نیست. معذرت خواهم، نمیدونین کجا رفتن؟ چند روز رفتن زیارتی مشهد. شما کی هستی؟ اینجا منزل خرمنه. ببینم این دو روزه یه دختر ندیدیم بیاد اینجا، یه دختر تهرونی. چرا اومد؟ گفتم رفتم مشهد، خیلی ناراحت شد رفت. نفهمیدین کجا رفت؟ نه خیر، اتفاقا بهشون تعارف کردم بیان بالا، مثل اینکه ترسیدن و رفتن. میخواین شما تشریف بیارین بالا؟ متشکرم. دیگه
دیگه نمیتونم تو هتل باشم. همه روزنامه رو خوندن و به محض اینکه منو ببینن میشناسن. مخصوصا مردم کنجکاو و زرنگ اصفهانی. به هر حال من یه ویلا خارج شهر دارم، پلو گاف داریم. هیچ کسم توش نیست. این آدرسش نوشتم تو کارتم. اینم کلیدش هست. میتونین چند روز برین اونجا تا آقای کامرانتون پیداشون بشه. این تنها کمک هست که من میتونم به شما بکنم. متشکرم. اما خارج شهر تنهایی چطور بمونم؟ تای ویلا در باز بشه تو گاو داریم. میتونین روزا برای اینکه حوصله‌تون سر نره بریم با گاوا بازی کنیم. متشکرم آقای شریف. ولی من هرچی فکر میکنم نمیتونم اصفهان بمونم. پس میخوان چیکار بکنیم؟ الان یکی بعد از شب میترسم زنم قلب بزنه که دستش بندازه گردنم، یهو ببینه جاتره و بچه نیست. اون وقت میدونی تکلیف من چی میشه؟ هر فکری میکنی زود باشین. تنها فکری که به نظرم رسیده اینه که هر چه زودتر برم شیراز خونه ای دوستم. اون توی بیمارستان کار میکنه. عالیه. اصلا بهتره همین حالا حرکت بکنید. این کار به این آسونی عملی نیست. آخه اشکالی کارم 1000 تومان پولی که یه مقداریشو بدم بابت هتل، بقیه‌ش هم پول بنزین مخارجم تا شیراز. بعدش هم خدا بزرگی. فکرم چطوره آقای شریف؟ خیلی خوبه. اما خیال داری 1000 تومنو از چی بسونی؟ کی از شما بهتر؟ من تازه میخوام پول بنزینمو چه از شما طلبکارم بسونم. حالا بیام 1000 تومنم دستی بدم؟ قسم میخورم هر چه زودتر پولتونو بهتون پس بدم. من قرض میخوام. از افشار صراف قرض بکنی خانم. شب بخیر. به سلامت. شما من به این سادگی نمیذارم از اینجا بری. مثلا چیکار میکنی؟ خودمو به بوتسادی هتل معرفی میکنم. میگم عروس فراری منم. جونم راه دیگه هم نداشته باشه. چرا؟ یه راه دیگه هم هست. میگم باعث اخفال فرار من از تهران آقای شریف رئیس کارخانه شیر پاستوریزه گلدشت اصفهانی. ده شیر ناپاچ خورده؟ حالا بیا خوبی بکن. عجب نخاله هستی تو. تلفن نزد خانم، تلفن نزد بلند شد. من نخاله نیستم ولی مجبورم برای نجاتم خودم رو به هر آب و آتیشی بزنم. 1000 تومان قرض میدین یا نه؟ خیلی خب، حالا تلفن نزنیم بشینیم با هم یه خورده صحبت بکنیم کنار. من حال حرف زدن ندارم. قرض میدین یا نه؟ نه. آره، حالا که مثل دوزا با هفته تسلیم کردین پول میدم. تا چشمم کور بشه دیگه در ره نباشم. بفرمایید. اینم 1000 تومن. اما حالا فهمیدم که دیگه به هیچ کس نباید خوبی کرد. حالا ممکنه است هفته رو قلاف کنه از خدمتون مرخص بشم. آقای شریف خیلی متشکرم. شما آقا ترین، شریف ترین، سخاوتمند ترین و با احساس ترین مردی هستین که من تا حالا دیدم. حالو ترین مردی که تو دنیا وجود داره منم. اصلا فیلم حالو رو مدهم. شما گاو داری منو دیدین؟ نه، پر گاو است. اما حالا فهمیدم من از همه اون گاوا گاو ترم. گاوی که تو فیلم گاو بازی میکرد من بودم. شب بخیر. نه آقای شریف، شما یه انسان واقعی هستی. خوش به حال زنتون. کاش من اون شیشه های شیر از شما میخریدم. یه خورده دیگه وایستم ممکنه خیلی چیزا دیگه بدهکار بشم. شب بخیر. شب بخیر. درو مادرتو بفرست خواستگاری. اگه آقا قبول نکرد میفهمم که تو راست میگی. باشه، اون وقت اگه آقا قبول نکرد من میدونم آقا با کاری میکنم که تو رو بذاره تو بشقاب و دو دستی تعارفم کنه. خوش آقاست. خودش هست. من چی کار کنم؟ خسته نباشین آقا. زریه تو هنوز نخوابیدی؟ خب بیدار بودم. میگی نفر بودی شطور دیدی ندیدی؟ منم نخوابیدم که مواظب خانوم باشم بیدار نشم پتتون بیفته رو آب. بله دوباره جلو زریه برو بخواهم فکر بکنم. آه 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 چی بود؟ چی بود؟ خورد سر من غریبه نیست آقا آشناس تو. سلام. سلام. اون بالا چی کار میکردی تو؟ رفته بودم برا زریه توت بتکونم بالا. از درختی بید توت بتکنی؟ به خیالم پیوندی توت بهش زدن دیدم نزدن. شریف کجایی؟ باش شریف. وای زنم بیدار شد. ببین اگه توی سر سردارا رو انداخته بودی خانمم بیدار نمیشد. اینجا عزیزم دوز گرفتم. همه تو نترس، محکم گرفتمش. این دوزه خیلی خطرناکه. تو برو تو. چی خطرناکه زبا؟ دوزه بی همه چیز. این دفعه دیگه رو بکاریست بیرده به تو زنده تا خودم حضب بکنی. من برای دوزی نمیدم. من بدم راجبه مهریه زریه با تو صحبت کنم. خفه شد تا نده به دست پلیس ولد میکنم. خیلی خوب شما منو بده دست پلیس. منم به خانوم میگم امشب کجا بوده. نه قلوم چون من خوشوخی کردم. یه وقت به خانوم حرف نزنی.
نه خیر، امشب باید همه چیزو بخوام. نه قلوم جون، من خواهش میکنم. من میگم تو برو وازه خانم باش، برو. زری چی شد که خانم به جون شما نمیدونین چه دوازه گردن کلوف کس بیرون نرین دا؟ قلوم جون تو رو خدا یواشتر به من رحم کنم. من مخلصتم، نوکرتم. رحم کنم؟ شما دو سال است به من و زریه رحم کردین؟ والله من شوخی میکردم، زریه مال توست. یعنی میتونم همین حالا ورش دارم ببرمش خونه؟ برشته برو که جلو ده گرفته. این زریه اینم تو مهریه پولی نقدی که از من نمیخواین. اصلا این چیزم به دستی میدم من. من گدا نیستم که یه چیزی دستی از شما بگیرم. فقط مخارج عروسی من و زریه رو بدین، من حرفی ندارم. باش چشم، مخلص دارم هستم. اصلا میخوای روزمه فروشی رو ول کنی بیای همجت خونه من با زری با هم کار کنی؟ زود عرضونم علمش میکنم. خیلی خوب، روی این موضوع باید یه کمی فکر کنم. چی؟ نکنه یه بلایی سر شوهرم آورده باشه، صداشون نمیاد. تو رو خدا بیرون نرین. شریف دوزه چی شد؟ اینجا محکم گرفتمش. یادم فرار کرد، میکشمش، بیچاره میکنم. اما حیف که فرار کردی دوزه بیا برو. شریف چی شد؟ اگه مردی یه رفت دیگه بیا اینجا دوزی. فرار کرد؟ آره، خدا خیلی به شوهرت رحم کرد. الحمدلله. شریف طوری که نشدی از نه فکر میکنی من مدادم؟ اینقدر کتش زدم میخواستم بگم بکشمش که برمالید. تو چرا کت شلوار پوشیدی؟ راستی چرا من کت شلوار پوشیدم؟ خب پوشیدم که یه دفعه دوزه رو از همون طرف برامش کلانتری تحویلش بدم. بزن برم بگیرمش، تحویلش بدم. نه برم بگیرمش. بقدر کافی من ترسیدم، بیا بریم بخوریم. قربون تو زن ترسو برم. سلام بر کامران خان زیبا. برای چی اومدین اینجا؟ میره تو با من چی کار داریم؟ کاری نداریم، فقط آدرس نسرین خانه رو میخواد. من نمیدونم این آقای داراب از چون من چی میخواد. فقط دخملشه میخواد. من نمیفهمم، چند دفعه بگم من نمیدونم دخترش کجاست. چرا تو میدونی کجاست؟ واسه که خودت فرستادیش اینجا تو اصفهان منزل خواهر. چون خواهرت رفته مشن، نسرین میره یه جایی دیگه. درسته؟ میگی نسرین کجاست یا نه؟ والا من نسرین رو فرستادم بیاد اصفهان که بیاد خونه خواهرم. بعد از چند روزم میخواستم باش عروسی کنم. مگه من گناهی کردم؟ متاسفانه خواهرم نبود. نسرینم نمیدونم کجا رفته. به خدا من نمیدونم کجا رفته. زریه ماشین کودکستان رو بده، زود کیف به شارو برده بیا. حاضره ساقا، بدو این بچه. خدافظ بابا. خوش اومدی بابا جونم، خوش اومدی. زریه زود باش برگرد، نوشته منو بیار. دیرم شد، امروز هزار جور کار دارم. سلام آقا. سلام جانم. سلام. چی؟ خودتون دیشب فرق بودین از فردا بیام همینجا با زری دوتای کار کنیم. تو هم معطل نکردی همین امروز اومدی؟ بله آقا، من وقتی قول بدم فورا عملیش میکنم. صحیح. خب آدم خوش قول خانم تو رو دیده است؟ نه خانم هنوز منو ندیدن. خودتون درستش کنین دیگه. چی چی بهش بگم؟ به خانم بگم این قاصقلنج کار داره؟ بفرون رس بچره. همونطور که خودتون کارهای بعد از نصف شب دونا راست ریس میکنین، تا کاری ما هم درست کنی. این که چیزی نیست. لا 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 لا. چه آشی برای خودم درست کردم. چقدر بد. چه بشری؟ باز چی اینقدر تو قرقر میکنی؟ هیچی. تو اگه هوس سینما رفتن نکنی، آدم اینقدر دیر از خواب بیدار نمیشه. به سینما رفتن من چه ربطی داره؟ تو دیشب چند ساعت دوز میگرفتی؟ درست است. زریه قلومی ناشته منو بردن بیاین. قلومی؟ قلومی دیگه کیه؟ اما روز به فروشه دیگه. دیدم دست سر این زریه ور نمیداری، از هر سوراخی بیرونش میکنم، از یه سوراخ یه میاد بیرون. منم دیدم همدیگه دوست دارن، گفتم خدا رو خوش نمیاد، گفتم بیاد همینجا با زریه کار بکنه. یه شم دست به دستشو میدین راحت راحت میشن دیگه.
هر دوتاشون به سن بلوغ رسیدن. بفرمایید قربون. خانم سلام عرض. سلام. آقا میگه شما به خانم نفرموده؟ چرا درست شد. خاطر جمع باشه. درست شد. درد نکنی. برو ببین کیه زنگ میزنه. چشم آقا. رفتم. اگه ناراحتی همین حالا بیرونش بکنم. نه من فقط تعجب میکنم که تو چطور به این زودی با غلام مهربون شدی. کیهان خانی اطلاعات. چی گفتی؟ ببخشید معذرت میخوام، چه فرمایشی داشتی؟ آقا تشریف دارن؟ صبر کنید برم از خودشون بپرسم. آقا شما تشریف دارین؟ من گیره چشمانی رو اینجا خواستم خاطرم جمع باشید. پس دیگه تشریف دارین؟ دوتا گردن کلوفتی اینجوری اومدن با شما کار دارن. بفرمین بیرون. فرمایش دارین؟ ممکنه بیام تو حیات چند تا سوال از شما بکنیم؟ بفهم و خواهش بکنم. بفهم. ببخشین ممکنه بفرمایین جنابالی دیشب کجا تشریف داشتین؟ دیشب؟ خب معلومه یه مرد زن بچه‌دار کجاست پیش زن بچه‌شیست. اما طبق اطلاعی که به دست اومده شما دیشب در هتل علی قاپو بودین. من دیشب تو هتل علی قاپو بودم؟ بله و با دختری به نام نسرین ملاقات کردیم. چی میگو؟ من بالا علی قاپو رفتم اما هنوز هتلش که شما میگوی من نیدم. شما نمیتونین انکار کنین، ما مدرک داریم. مدرک شما ارزشی نداره، برای اینکه دیشب شوهر من همش تو خونه پیش من بوده. ایشون هم والله مصطفی بنده هستن، انشالله که شهادتشون برای شما کافی باشه. به هر حال خانم حقیقت اینه که نسرین خانم یه دختر فراریه و جوانی که از تهران فراری شده امروز صبح به جرم خودش اعتراف کرد و الان تو زندانه، اما دختر معلوم نیست کجاست و تنها کارت اسم شما توی اون اتاق پیدا شده، ولی خودش قبل از اینکه ما به اونجا برسیم حساب هتل رو داده و رفته. حالا ممکنه بفرمایید کارت شما اونجا چیکار می‌کرده؟ بله حالا باید فهمید کارت من اونجا چیکار می‌کرده. خب لابد برای خرج خاطر کردن اونجا کارت اسممو میگن. ها حالا فهمیدم. خب این که خیلی ساده است، من مدیر کارخونه شیر پاستوریزه گلدشت اصفهانم، کارت من برای تبلیغ همه جا هست. درسته عزیزم؟ بله درسته. تو اصفهان روزی 1000 تا از این کارت‌ها پخش میشه. پس شما مطمئن هستی شوهرتون دیشب همش تو خونه پیش شما بوده؟ بله بازم تکرار میکنم. بسیار خوب، پس خواهش میکنم اگه این دختر تلفنی با شما تماس گرفت فوراً به اداره آگاهی یا به هتل اصفهان اتاق شماره 17 به پدرش اطلاع بدید. مسلماً کمک شما به پلیس به نفعتون خواهد. بله خداحافظ. خداحافظ شما. تو که میدونی من دیشب با تو بودم. خودت که به اونا گفتی؟ با اونا گفتم که وصله بهت نچسبونه. مگه ما دیشب با هم نبودیم؟ مگه با هم نرفتیم سینما؟ مگه بعدش سینما نمیدیم بیرون؟ مگه بعدش نمیدیم خونه؟ مگه شام نخوردیم؟ مگه بعدش شام نخوابیدیم؟ مگه بعدش لا اله الا الله زریه قلومی؟ مگه شما زبون نداری؟ من دیشب از این خونه بیرون رفتم. آقا چنتی غلطی میکنه؟ خانوم میگه من دیشب از این خونه بیرون رفتم. آره رفتی. بله کسی اون وقت شب با کت و شلوار از تلوی زنش بلند نمیشه بره دوز بگیره. دروغگوی حق باز. ببین من چقدر بدبختم. شبا رو جون میکنم زنم رو مثل بود میپرستم، بچه‌امو رو تخم چشمم بزرگ میکنم، تازه زنم اینجوری دست و مزدم رو میده. مگه من جون نمیکنم؟ مگه من خوشگلی و جوانی ما به پای تو و بچه ها تباه نمیکنم؟ فیروزه جونم والله هیچ کدوم تقصیر نداره، بچه داری و سر کله زدن با بچه ها اعصاب تو رو خسته کرده است. زحمت زیادم بیرون منو جلافه کرده است. قربون برم الهی گیری نکن عزیز. یه مثل اون دوتا بلغم باشی، نگاهشون کن. فیروزه جون دلت بخواد یکی دو روز وقت زیم بریم ویلا، هم خستگیمون در میره هم کارخونه تازه‌مون رو تماشا بکنیم؟ نمیدونی چقدر دیدنی شده است. آره دلم میخواد اما امروز جلسه انجمن خیلی داری. آره امروز ولش بکن، نرو یه عذر بتراش. تو خودت چی؟ داری همیشه هست. پس بچه ها چی؟ بیچارم اصلی که از کودکستان اومدم خودم میام میارمشون. خب باشه زری زود باش به غلام کمک کن یه خورده خرت و پرت بریز تو ماشین، میخوایم بریم ویلا. زوشه میبینم خودو بینم. نمیشه که این دوتا رو تو خونه تنها گذاشت. ولشون بکن بذار تا شب عروسی قله امروزی یه خورده همدیگه رو بفهمن. آقا شما کی باشین؟ آه خودشون میدونم. خیلی خوب گوشی خدمتون. آقا شما رو پاد تلفن میخوان. چیه؟ یه خانومیه میگه آقا خودشون میدونن گمونم همون نصف شبیه راست قمش اون دیگه رفت شیراز. چرا میزنی آقا؟ الو شما نسرین؟ از شیراز تلفن میزنی؟ نه خیر از همینجا اصفهان از ویلای شما. چی؟ ویلای من؟
اونجا چرا رفتی؟ مگه قرار نبود برشی را؟ چرا؟ اما ترسیدم پلیس منو بشناسه بدتر بشه. اینی که با اجازه شما اومدم تو ویلای شما. شما غلط کردی بدون اجازه من رفتی تو ویلا. چجور رفتی اونجا؟ کلیدشو دیشب بهم دادی. آخه یادتون رفت اونو ببری. وای بیچاره شدم. زنگ تو بلنش برو شیراز. من میخوام با علایانم بیام اونجا. تو من اینجا هستم که نمیتونین این کارو بکنین. فقط چون اینجا از شهر دوره، خواهش میکنم فکر یه خورده خوراک و سروسات برام باشی. توفر بیا دختری بچه زری قلومه چیکار بکنم من؟ آقا میخوان منو زریه برم از اونجا بیرونش کنی؟ نه نمیشه، من باید خودم برم. سلمونی شلوغ بودش. منم سرم شونه نزدم. خب نمیخواد. زری اساسو گذاشتی تو ماشین؟ بله خانم جو. چی شریف؟ هیچی عزیزم. صدای سرت. نترسی ها. چی شده؟ هیچی. یکی از کارگره الان از ویلا تلفن زد که تو رو خدا هول نکنی ها. نه بگو چی شده. چی شده؟ تلفن زد که نگوند آقا. نگوند آقا. تو رو به خدا نگوند آقا. خدایی نکرده خانم. خب بگه نمیترسن بگو. خلاصه موتور برق ویلا پوچیده. خب به جهنم. ترسیدم. صدای سرت. این که ازا نداره. چرا نداره؟ بعد از مدتی که می‌خواستم با زن عزیزم برم ویلا خوش باشم، باید یه همچین اتفاقی بیفته. حالا تا چند روز نه آب داریم نه برق. آه راست میگی. خب نمیرین ویلا. آه مردشور این شانس منو ببره. حالا گاوای زمون بستمون اونا چی میشن؟ اونا که نمیتونن بدون آب زندگی بکنن. ای بی نظر عزیزم، مثل که خدا نخواست تو جلسه انجمن خیریه ده که به نفع بیچاره ها ترک بکنی. تو برو انجام منم بدم ویلا بینم چطور شده. چشمان به راه تو بود، دلم گناه تو بود.
چشم براه تو بود، نه گناه تو بود، هر طور بخوای تند و یواش میرفتم، تو هر سازی بزنی باهاش میرفتم، دل داد گربه هستم حالا دیگه من سمتم، دل داد گربه هستم حالا دیگه من سمتم. معلومه دیگه این سه بوشه را تو توپ هم ریخته بودی پوچیده بود چی؟ خیلی نراتی پولی شراباتو میدم چی میخواد بده؟ بذار بره همونجایی که بنزین رفت خندق بلا. شراباش خیلی خوب بود، تمام نراتی هم برطرف شد. تو هم خیلی خوبی. شراباش خوب بوده چی؟ منو خوب ببینی؟ تو خوبی، انقدر خوبی که دیگه دلم نمیخواد از پیشت برم. با انگار هم مرد شده هم سیما قاطی شده. کامران جونه کجاست بیاد ببینه؟ من دیگه اون دوستش ندارم، اون من اخلاق زندگیم جوره کرد و بعدش هم ولم کرد و رفت. اگه تو نبودی چی به سرم میمد؟ برای همین که دوست دارم، دوست دارم. حالا بیرون من قشن کنیم. تو غلط بکنه عاشق مرد زن از بکنه یار بشه خفه شو آب سر حال جا میاره یه خود آب سر بزن به صورتت حال جا میاره عشق منو به سر در میاره من دلم میخواد هموم خیلی خوب این هموم اینم دوش دیگه پس بیا لخش رو با هم هموم کن خفه شو دست ننه درد نکنه با هم لخشی تو خیلی هموم خودم میدونم کاش ساعت 11 و 2 دقیقه مونده بودم. باش کم گشنه این همه شراب کوف کرده. باید یه خورده غذا براش فراهم بکنم. لالام لام لالام لام لیم لام دلام لام دلام لام دلام لام دلیم لیم دلیم لیم دلیم لیم دلیم لیم دلیم لیم دیریم نیم دست بدم و شوستنه رو ما کن واو وای که لعنه بسته تو نرم داره زدم چم شده بله سلام کنیم نه خیر آقا نه این ده نمیدونم تو ویلا به سر آقا چی اومده تلفنش هم جواب نمیده الان که جلسه تموم شد من با تاکسی میرم اونجا اوش نه خانم شما تشریف بیاری منزل من قلو میرم میفرستمش اونجا نه تو شیر بچه رو بده مواظب اون دوتا هم باش خودم میرم ای وای قلوم گاومون زاید خانم میخواد الان با تاکسی بره به ویلا وای وای چه بد شد اگه خانم بره ویلا و مچی آقا رو بگیره که گندش در میان باخ 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 باخ
آقا هم طلاقش میده داره؟ ها؟ چه کنی؟ تلفن ویلو هم جواب نمیده. خب ببینم خانم این موتورت بنزین داره. آره تو میگه یالا بودو روشنش کن بریم ویلا. باید قبل از اینکه خانم برسه اونجا بریم با آقا خبر بدیم. تو هم حاضری؟ آره. بیا بریم اینم معطلشو. تو خیلی سنگینی ماشاءالله. فکر نمی کنی من تو رو بکشه دا؟ کی را میکشه تو برو. پس به چسبه؟ آخه حالا میکشه. بخیز یه لقمه نون و ماست بخور. نظری خانم. نظری خانم. خودم جون تون تر برو مگه نون نخورده؟ چرا خوردم؟ موتوری بیچاره نمیکشه. پس اقلن یه خورده شارجم بکن تا بکشه. آخه حالا میکشید اگه خودم هم نکشم موتوره میکشید. نسری خانم بیا این حوله رو بپوش بخیز بیا قضاده بخور. وای خدا چیه زنی میزنی؟ دوما تو باید همینجا وایسی به محضی خانم رسید دو تا سود بزنید. باشه خاطره جمع باشه هرچند زنگ زنم فایده نداره مثل اینکه آقا حسابی دستشون بنده. قلا بگیر من برم بالا. من قلا بگیرم تو بری بالا. من حرفی ندارم اما اگه دیگه منو ندیدی حلالم کنم. آخه تا تو برسیم بالا رو بوده من پوچیده. نه پس قلا بگیر بچه ننه. یالا مینه آه قلبم گسوخت. شما کجا بودین؟ آقا اسفت نوزی کنی که خانم الان میاد اینجا. خانم؟ بله آقا از انجمن تلفن زدم یه راست با تاکسی میاندش اینجا. وای چه خاکی به سرم بیزنم. این دخترم تا تونسته شراب مفت کوفتش کرده الانم لخت تو بار افتاده. وای خاک به تو سرم دیگه چرا لختش کردین آقا؟ من چه لختش نکردم؟ به تو چه؟ آن مالی آقا خواد اول مستش کنه بعدم لختش کنه. رفتش رو خودش لخت کرده خواسته همون بکنه. خب یه رو لباس رو تنش بکن. خب من برو چه نگفتم زد یه برو لباس رو تنش بکن. چشم آقا قلوم سود یادت نره دا سود بزنم خیلی خوبه. ای وای آقا این که مرده؟ خفش دختری زلیل شده بیهوشه. پس چرا خودتون نمیاین تو؟ زلیل شده من نامحرمم برو یه چیزی تنش بکن دیگه. خدا شما مرد داری میشناسید. تا قبل از اینکه من بیام شما محرم بودی اما حالا نامحرم شده پناه بر خدا. تو که چیزی میزی خفشو یالا هولر بپیش بهش دیگه. چشم آقا راستی اون ماشینی که بیرون است مال کی؟ مال همین دختره. ای وای خوب شد گفتی تو خانم نعیمه دست برم یکی قایمش بکنم. گفت چی رو تنش بکنم؟ تو اینکیم؟ من خود من زریه پوشونده به؟ بله آقا آزادیم بفرمایین تو. آقا تو خانم نعیمه زن باید زود این جسد یه تقاییش کنیم. اوه چه دست خیلت گونی برنجس میکشی سوزمی؟ بلندش کن ببرش بیرون یالا زهر مار مرض بخم همچین گیریه بندازم که خودت فضل کن. برو بیرون برو بیرون آقا چرا رو صندوق لیمو بحش میکنی شما؟ جونم من شده بگیریم این زیر پام لیزه. یالا ببینش بذاریمش تو ماشین خود. خیلی خانم بیدشو بله خانم اومدش خبرشو کنم. خانم اومدش دیگه نمیشه دیگه اینجا باردش بیرونه. پشکار بکنی؟ من نمیدونم. تو برو در حال غرفش کن. بوده بشم آقا بوده بیرون توی کاش کن. بوده بشم آقا 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 زری چی تو شد؟ آقا بوده کوری بگه دکتر بوخ بزن اقلم بوخش چه میزنی؟ بلندش کن بلندش کن بلندش کن ببینمش تو آقا کمک کن آقا یال خیلی سنگینه تو شد تو باش گیرش تو گیرش تو برم بریم تو آقا بذاریمش رو تخت. نه آجا خالی است باید بکنم زیر تخت. چی؟ یال زیر تخت بگم نه
کمک کن، کمک کن. آقا، آقا، میگم چطوره بکنیمش تو کمد؟ چی؟ کمد؟ خوب است، خوب است. خوب، پس کمک کن، کمک کن بلند. خدا زود باشین آقا. خواهش دیگه، چی کار داری که کنه؟ این دشه را به موب خوردی، کار خودت، کارون که خودت دختر بهتر جلاهی. برو تو وایسته سر جد دیگه. آقا زود باشی دیگه، تو برو خانم رو سرگرمش کن، نیاد تو آبرو نره. چی میگین آقا؟ خانم نباید من اینجا ببینه. چرا نباید ببینه؟ راست میگو، عجب خری هم من. تو از در زیز می فراخو، برو تو خونه. رو چشم آقا، رفتم خداحافظ شما. وایسته سر جد بهتر که چقدر سنگین شدی، چرا خوب خوردی؟ سلام عزیزم، چقدر زود اومدی؟ مگه میدونستی من میام؟ نه، فکر کردم ممکنه دلواپس بشی یا بیایی. خب موتور چی شده؟ زیاد که ناراحت نکرد. نه، آب به موتور نرسیده، موتورم پوچیده. فدای سره، دارن درستش میکنم. تو بی خود خود ناراحت کردی اومدی؟ آخه چند تا تلفن زدم گوشی رو ور نداشتی، مگه تلفن اینجا خرابه؟ نه، تو حواس پرتی پام گرفته به پلیس تلفن در اومده. بمیرم برات، معلومه خیلی خسته شدی. آره مردم، فرستم اینجا. چرا لباسات خیسه؟ آخه نمیدونید باقی همسایه‌ها چقدر آب آوردیم تو گاوداری. گاوا که مثل من تو طاقت تشنگی ندارن که. بمیرم، تو الان سرما میخوری. اینجا که کت و شلوار و پیژامه هست، دو تا بلوز هست. کجاست؟ تو کمد. بی بریم بهت بدم. بیا. خدا بفرستم. نمیخوام لباسامو عوض بکنم. نه باید عوض کنی، سرما میخوری. بیا. کلید کمد کجا؟ نمیدونم. عوض لباس بهتره، یه چای حسابی برام درست کنی بخورم گرم بشم. میگی تو لوله ها آب نیست؟ آره موتور پوچیده. پس چی کار کنی؟ چی شد؟ هیچی عزیزم، یه زمی لحظه مختصر شد، الحمدلله شدید نبود، رفت شد. اون راستی فلکس آب تو ماشین هم بذار برم بیارم یه چایی رو خودم درست بکنم. بیه. نه نه نه، تو سرما میخوری عزیزم، بذار خودم برم. قد گربه. وای شریف جونم میترسم. منم میدونستم از تو از موش میترسی. همینجا باشه، در هر وقت موشه رو کشتم صدات میکنم. موشا دارم میان طرف آشپزخونه. در به من. شما زنا چطور از موش میترسین؟ اما از ما مردا که هزار برابر موشیم نمیترسین. بعدا برای چی همیشه من به ترسی جیبامو پر موش میکنم؟ خونه باز نقنق بچه ها. شری چطور همینجا یه ناهاری جور کنیم، همینجا هم بخوریم، بعدش هم یه خواهی استادی، شب هم میریم خونه. با عجب برنامه ای. مگه برنامه امروزمون همین نبود؟ چرا، اما آخه بچه ها زری ازشون مواظبت میکنه. شریف جون میدونی زنی چقدر خسته شده؟ جون سب کن چند تا صفحه برات بذارم، حالا جا بیاد. صدای چی بود؟ موشه دیگه. بریم خونه به ایدرسا. بلش کن، تا تو رو دارم از هیچ کس نمیترسم، حتی گربه.
اشتباه میکنی سب کن بذار حقیقت من برم بگم تو دروغ میگی حق باز دقل بیا برو من یه دقیقه دیگه با تو زندگی نمی کنم فیروز جون به خدا اشتباه میکنی وایس حقیقت من رو بگم فیروزه فیروزه تا بی خود فکر میکنی به خدا حقیقت غیر دونه وایس فیروزه زهر مار انازید حالا دیگه برام میخندی؟ میبینی چه بدبختی برام درست کردی؟ چی کار کردم؟ دیگه میخوای چی کار بکنی؟ زندگیمو به هم زدی بدنومم کردی زنم فراریش دزم این زن تو بود؟ پس ننم بود؟ واه من فکر کردم دوست دخترت بود یخونی همون بهتر که فرار کرد حالا میتونیم بی سر خر توی خونه زندگی کنیم واه صحیح سگره تو تهراش نیم دادن سراغ خونه کت خدا رو بگرفت خب پس خوابای برام دیدی که زندگی رو به هم بزنی اما کن خوندی من زنمو نمیدم صد تا مثل تو رو بستونم فهمیدی؟ الان بهت میگم ژاندرمری همین نزدیکی هست تحویل بزن بری لادت ما بسن عشقات داشتم چطور شده؟ خانم داره دستات و زندگیشو جمع میکنه گمونم میخواد از آقات تناخ بگیره اه؟ طوری نیست یه دقیقه گریه نکن ببینم اینا یه سم جدا بشن تکلیف منو تو چطور میشه؟ خب معلومه دیگه منم با یه دستور جدا شم منو تو هنوز به هم نرسیدیم که جدا بشی اصلا اونا میخوان سم جدا بشن به منو تو چه مربوطه؟ به من مربوطه من از کوچیکی تو این خونه بزرگ شدم من باید یکیشون انتخاب کنم یا آقا یا خانوم عقیده منو میخوای؟ منو انتخاب کن منم که به دردت میخورم منم که فدای هیکلت میشم منم که در بس قربونی خط به قوارت میرم آخه کی تو میتونم گریه نکن اگه بخوای گریه کنی ها بغضی منم میترکی گریه نکن برو خدا گریه نکن مردشو این شانسی منو ببره بعد از یه عمر یه لقمه کرپت پیدا کردم دلمو به یه ذره گوشت بی استخون خوش کردم دیگه کجا میتونم یه زنی 500 کیلو پیدا کنم گریه نکن گریه نکن دیگه بیدونم سلام من الان تو ویلا تک و تنها مستم خودم هم و حس انسان دوستیم وقتی بیا اینجا با هم مشروب بخوری بهتر مشروب تو با هم و فاسقت بخوری حق بازی بی همی چی خیلی خب یواش کسی هم خوری شده دانندش یه دختره دانندش آبوردتش جسدش هم پیدا نشده آره آبورده دیگه معلومه
فقط همین کارت اسم تو داشبورد ماشین بود. احسان شریف، مدیر و مؤسس کارخانه شیر پاسف. حالا که ما اومدیم تو این خونه، خانم آقا میخوان اسم جدا بشن. خانم، خانم، باشی ماما، خانم، عرض داشته. خانم، تو رو خدا این کارو نکنی، به خدا آقا تقصیری ندارم. به خدا آقا مثل شیر کارخونهشون پاک و طیب و طاهرم. آره خودش بمیره. خیلی پاکه. دیشب با فاسقش تو ویلا خوابیده بود. بابا از کجا میدونی؟ شاید هم جدا خوابیده باشن. تو دیگه خفه شو. خدا شما مردا رو میشناسه. دلم برای این ذریه بیچاره میسوزه که پس فردا تو چه بلایی سرش در میاری. نونی مرام داره داجور میکنه دا. تو گوش به این حرف نده یا من یه چیز دیگم. بله آقا اومدم. باز که شما دو تاین این دفعه دیگه چه فرماشی داری؟ آقای شریف هستم. بذارین از خودشون بپرسم ببینم هستن. اما نه نیستن، خانومشون هست. بگو خانومشون بیان اینجا. خانوم دو نفر با شما کار دارن، اگه نیستین تا بگم نیستن دا. سو شده آقا خلافی ازشون سر بده. شما چی کار هستین؟ من نوکر این خونه هستم. آقای شماره دو. پس به تو مربوط نیست. نه بابا. ببخشین خانم، آقا هستن؟ من چه میدونم کدوم قبرستونیه. به هر حال دختری که با شوهر شما آشنا بوده دیشب با ماشین افتاده تو رودخونه و کشته شده. گویا جسدش هم آب برده. شاید عمدن اونو کشتن. به هر حال کارت اسم شوهر شما توی اون ماشین بوده. به آقای بیچاره چه مربوطه؟ کارت اسمی آقا تو جیبی منم هست. پس با منم ارتباط داشت. فضولی موقوف. راست میگه. هر جا کارت شوهر من هست دلیل نمیشه که هر اتفاقی بیفته پای شوهر منم تو کار باشه. بله. دختری چه وقت مرد؟ دیروز بعد از ظهر. ما از این که میخوایم شوهر شما رو ببینیم برای اینکه میخوایم مطمئن بشیم که آیا زنده است یا به اتفاق اون دختر هر دو کشته شدن. و خلاصه اگه شوهر شما زنده است بفرمایید فوراً برای توضیح به آگاهی بیان. باشه. خداحافظ. مشرف. شریف یا تو خونشه یا فروشگاه یا تو گاوداریشه. تو همینجا اطراف خونه باش. هر وقت پیدا شد فوراً بیارش آگاهی. ما میریم فروشگاه، بعداً میریم به گاوداری. باشه. شریف نمورده، اون تو ویلا برای اینکه دیشب تلفنی با من حرف زد. خیلی هم مست بود. پس به شما ثابت شد که آقا و اون دختره دیشب با هم تو ویلا نبودن؟ آره. پس چرا پا نشد بیاد خونش؟ ای آدمی که شب مشروب میخوره معلومه فردا صبحش تا لنگی زور خوابه. خانم تا برای آقا پاپوش درست کردن بهت نجاتشون بده. هیچ وقت به خاطر خیانتی که به من کرده و با این دختره دوست شده نمیبخشمش. خانم جون اون دختره که دیگه مرده؟ بله آقا یه غلطی کردن و تموم شده رفت. اون موقع دختره زنده بود، حالا که مرده است به مردش که نمیتونن تجاوز بکنن. بله هرچی بود تموم شد خانم. بسیار خوب، به خاطر آینده بچه ها کمکش میکنم که دومش تو تله. آفرین باریکلا. من رفتم ویلا. قلومی زنیه کارا داره درست میشه. به خیر گذشت. قلومی دلم جوش میکنه. تو نمیای یه سری بریم ویلا؟ چرا میام؟ موتورت بنزین داره؟ نداشته باشه دم پشت گردنم سوارت بکنم. بیا بریم قربونت برم. ترسم نکشه دا؟ برو میکشه. پس بچست من؟ یا آه حالا میکشه. با کمال تأسف باید عرض کنم که گرفرندتون مردن. یعنی نمردند و سقط شدن. گرفرندم کدوم جونه بریست؟ دوست دخترتون عرض میکنم. بله آقا، همون یارو نصف شب یاره میگن مرحوم شد. خدا رحمتش کنه که نزدیک بود زندگی شما رو به هم بزنه. به من چه که مرده؟ چی؟ دختره مرده؟ کی؟ کجا؟ چه وقت؟ دیروز از اینجا تشریف بردن با ماشین افتادن تو رو. هنوزم جسدش پیدا نشده. وای خدای من چه بدبختی. بیچاره دختره باعث مرگش من شدم. اگه فوشش نمیدادم، اگه تهدیدش نمیکردم، اگه دعواش نمیکردم، تو حال مستی قهر نمیکردم سوار ماشین بشه بره بیفته تو رودخونه. پلیس هم همینو میگه، منتها فکر میکنن شما عمدن اونو سربنیز کردین. بله آقا، تو الانم دارن در به در دنبالتون میگردن. و تا بخواین ثابت کنین که شما نفلش نکردین، مدتی باید اون تو آبخونه‌ات بخورین. آره آقا جون، تو رو خدا بخیزین برین یه جایی قایم شین، ممکنه زن اونا سر برسن. بله آقا، شما که خودتون به فکر خودتون نیستین، حداقل به فکر زن و بچه‌تون، به فکر منو ذریه باشین. بله. آخه کجا برم؟ برو تو باغ حیدر قلی، اون با تو خیلی دوسته، کمکت هم میکنه. بله آقا، خیلی خوب جاییست. میتونین چند روز اونجا باشین تا آبای آسیاب بریزه. منم کل یه جریان و مو به مو هوه به هوه بهتون خبر میدم. خیلی خوب، من رفتم باغ حیدر قلی. ۶
راننده کمی یواشتره. رادیو نیست منم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو خودت یا روحته؟ من خودم. پس تو نمردی؟ هنوز نه، اما اگه شما بخواییم میمیرم. پس تو اینجا تو ماشین من چی کار میکنی؟ جن؟ دیروز وقتی افتادم تو رودخونه خوشبختانه طوری نشدم. قبل از اینکه کسی منو ببینه از آب در اومدم و یه روز اومدم تو ویلا، دیدم که شما مست مست. منم رفتم تو حموم و همونجا خوابم بود. حالا زودتر برو باغ حیدرقلی. تو از کجا میدونی؟ وقتی خانمتون اومدن و خبر کشته شدن منو اونطور با آب و تاب به شما دادن، منم حرفای شما رو شنیدم و از پنجره ویلا اومدم تو ماشین. جلل خالق، بچه شیطون. خب میخواستی بیاد به من خانم گوگو که اینجا یه نمردی. آخه ترسیدم فورا منو تحویل پدرم بدی. یعنی شما نه، اما خانمتون حتما این کارو میکرد. خب پس حالا چطور نمرده زنده اید؟ یه دلیل نداره ما بریم فرار بکنیم. برمیگردی میری تو ویلا به آقای تلفن میزنی که تو نمردی. خواهش میکنم تو ویلا نه، خانمتون از من عصبانیه، منو تحویل پلیس میده. خواهش بی خواهش. خواهش کردی، ام کردی، تهدم کردی، کلا سلام گذاشتی، پدرم در آوردی، اما دیگه فایده نداره. باید به پلیس خبر داد. من نمیذارم بری ویلا. ویلا جو جا روی داره. تو فرمون الان کم پایین. خب بنداز. پس چرا مطلی ده بنداز؟ میترسم آقای شریف. معلومه مرد میخوا خودشو بندازه پایین. تو که زنی، زنم نیستی، دختری. من خر شدم اون شب باور کردم خواست خود طبقه چهارم بندازه پایین. خواهی تو سر خرم. یالا بیا پایین، بیا پایین. من باید تلفن بزنم همه را تکلیف رو معلوم کنم. یالا بیا پایین، یالا بیا پایین. ای وای، این دختره که مرده بود چجوری زنده شد؟ الحمدلله رب العالمین، نجات خوب استفاده. یالا بیا شریف، خواهش میکنم یالا برو خدا تلفن نکنین آقای شریف. اگه تلفن نکنم الان میام منو به اسم قاتل تو میگیرندم. من که نمردم، میبینن که من اینجام. تو بالاخره به جرم قایم کردن تو پدرمو در میارم. میتونم تلفن کنم آقای شریف؟ شما رو به خدا حداقل کمکم کنین برگردم تهرون. تهرون برای چی؟ پدرت اینجا هتل اسوانه، این یارو پسر عاشق سینه چاکتم اینجا، البته تو زندون. زندون چرا؟ پدرت به جرم اخفار فرار دادن تو ازش شکایت کرده. پدرم کار خودش رو کرد. آقای شریف کمکم کنین، به خاطر خدا کمکم کنین، خواهش میکنم. دیگه نمیتونم، به خاطر خدا و به خاطر همین قلبی بیساب شده بود که اینقدر کمکت کردم. زنم از دست دادم، بدنوم شدم، آبرو هم رفت، پلیس هم داره در به در دنبالم میگرده. من باید تلفن بزنم. آقای شریف صبر کنین، التماس میکنم بی انصافی نکنین. فکر کنین منم دختر شما هستم، چرا میخواییم منو بدبخت کنین؟ شما خودتونم دختر دارین، باید فکر سعادت و آیندهش باشین. هیچ وقت نمیتونین به زور وادارش کنین خونه ای کسی بره که بدبخت بشه. آخه من با دختر شما چه فرقی دارم؟ چه فرقی دارم؟ شریف دختر راست میگه، باید کمکش کرد. تو که اینقدر سنگ دل نبودی عزیزم، به من ثابت شد که این دختر هیچ گناهی نداره. چه کمکی؟ بگیرم یه پلیس در بده تحقیق منو که منو بندازه زندون. پلیس وقتی بفهمه تو این دختر رو نکشی دیگه کاریش نداره. فرض کنی پلیس منو ولم بکنه، تو چه ولم نمیکنی که هزار جو تهمه به من این دختر بیچاره میزنی. نه دیگه خیالم راحت شد، همه چیزو فهمیدم. پس دیگه به من سوء ظن نداری؟ بهم اعتماد داری؟ آره. دیگه بهم وصله میکنی؟ پس بهت ثابت شد که من مدیر کارخونه پاستور هستم. آره عزیزم، بهم ثابت شد تو پاکترین و شریفترین شوهر دنیا هستی. تو یه شوهر پاستوریزه هستی، همونطوری که منم یه شوهری پاک و استلیزه هستم. آقا پلیس ها اومدن، باید چیکار بکنیم؟ همون که گفتم، باید کمکش کنیم. خیلی خوب، پلیس ها سرگرمش میکنیم. ما خیلی خوب، شما بریم. خیلی خوب، شما بریم. بلان برو در باز. چشم. شما که تو خونه بودین چی شد قفلتن اومدین اینجا؟ والا
ما اغلب روزا میایم ویلا، بهتر از سر صدا و شلوغی شهر. به هر حال بهتره جا و مکان شوهرتون رو به ما نشون بدین، چون ممکنه خود شما هم بیافتین تو دردسر. چاره دردسر هم که یه آسپیرین. تو ساختمون کسی نیست، فقط این پوکه فشنگ رو پیدا کردم، بوی تازگی هم میده. درسته خانم، این گلوله که از تفنگ خارج شده؟ دیروز من به شکار خیلی علاقه دارم. چی شکار کردین؟ اینجا همه جونوری پیدا میشه. بله فراوان. حتی خیر. اینها نمونش هم جایی داره. الو بفرمایید. خودم هستم دارم. آقای دارم، من از دوستان کامران هستم. حاضرم اگه زندون آزادش بکنین معامله با شما بکنم. چه معامله؟ دخترم که از دستم رفت، نمیخوام سر به تن کامران باشه. اشتباه میکنین، دخترت اون نمرده، اما تو چنگ ماست. میخوایم باش حرف بزنین؟ بیارش جلو. بیارش جلو، یلا یلا جلو، پدرت حرف بزن. پدر جون سلام، من نسرین هم نه نزنی، تو رو خدا نزنی. نسرین جون توی بابا، زنده هستی؟ آره پدر، مگه صدامو نمیشنوی؟ اما کاش مرده بودم و به چنگ این خدا نشناسا نمی افتادم. خفشا یالا نزنینش، بی انصافا، از جون دختر من چی میخوای؟ یه دفعه گفتم در مقابل آزادی کامران دخترتون هم آزاد میشه، ولی اون دنیا میبینیش. دیگه نزنی یا بسیار خوب، دخترمو شکنجه ندید، پیشنهادتون رو قبول میکنم، قبول میکنم. حالا شد یادی حسابی، پس پوش کن، اول ساعت با ساعت من میزونش بخون، درست نه و نیمه؟ بله درسته، درست ساعت من نه و نیمه. خب، فردا صبح اول وقت بلمش میری زندون، رضایت میدی و کامرانو میاریش بیرون و سوار ماشین خودت نه، سوار یه تاکسی میشین و دوتایی میایی. خیلی خوب، کجا بیارم تحویلش بدم؟ هر کجا رو تعیین کنید، با کمال میل کامرانو میارم خدمتتون. سر ساعت دوازده فردا کامران میاریش جلفا، جلوی کلیسای ارمانه، تحویلش میدی و دخترتون رو تحویل میسونی. البته باید مواظب باشی، اگه بخوای کوچکترین اطلاعی به پلیس بدی، نه تنها دخترت اون دنیا میبینی، بلکه عجله خودت هم سر میرسه. چشم، مطمئن باشید ابدا به پلیس اطلاع نمیدم. ساعت دوازده با کامران خدمت میرسم. خداحافظ. احمقام. چی بود آقا؟ رفقای کامران توته چیدم. الو خانم، آگاهی رو بگید، فهمیدین؟ بله آقا، فوتی آب شدم بارکلا. اما قلومت یه سفارش نکنم آقا، خاطره دون جمع باشه آقا، من به خاطری عشق زریه تا کوهی قافم، اگه بگوین روکه برو روکه میرم، اگه بگوین چارنل برو چارنل میرم، میرم تا به وصالی زریه برسم. جونی شما امروز یه چشمه کار همچین بازی بکنم تا استای سیمنما چشاشون راست بایسه. اینم عکس کامران، بفرم. میری جلپا جلوی کلیسای ارامنه. کلیسیا؟ چشم. میگه امروزی شنبه است آقا؟ نه خیر، سه شنبه. سه شنبه میرین کلیسیا؟ من شنیدم شما ارمنی ها یه شنبه میرین کلیسیا. با کار دیگه ای داریم، ارمنی هم نیستیم، مسلمونیم. پس اگه مسلمونین چرا میخواین برین کلیسیا؟ آقا جا من تو فجوری؟ نه آقا، بگم که اگه مسلمونین بهتر نیست عوض کلیسیا برین مکه؟ عجب آدم پروی هستی، یا بهت گفتم برو کلیسا، بگو چش چش. ما فقط باش تاکسی رو برش نکنیم. آقا کجا میریم؟ مگه کلیسا خارج شهره؟ نه خیر، نمازم دیر شده، دارم میرم مسجد نمازم رو بکنم. دیوونه من میخوام برم کلیسا. دیوونه تو کلا دونست، همونطوری که کلیسا برای شما اربنی ها عزیزه، مسجدم برای ما مسلمان ها مقدسه. گفتم من میخوام برم کلیسا. منم میخوام برم مسجد نمازم رو به کمرم بزنم. آخه آقای چون شما یه چیزی بگو، ممکنه این راننده بخواد ما رو ببره تو بیابون لخ کنه. من چیزی ندارم کسی لخم کنه، شما باید وحشت کنین آقای دارا. آقا
بار جلو قلومی چیز که نفر خیر آقا دست شیطون است پشت بستم جیمز بان سجی چی است 2-0-7 کدوم است در زندون که اومد بیرون عکس نگاه کردم و دیدم خودش است رفتم جلو و زدم رو ترمز و سوارش کردم و هدیا فقط آقا یه ماشینی بنز تا پشت در باغ سیه به سیه ما داشت میمه یعنی تا اینجا؟ بله اینجا کجاش؟ آقای راننده نمازتون تموم شد من سر ساعت باید دم کلیسا باشم حقیقتش اینه که نماز در کار نبوده یعنی یه کار خیلی در بین بوده این قلومی راننده منه بیچاره یه همشیره داره امروز عقدشه تا این قلومی بهش اجازه نده بله رو نمیگه بله حالا هم اومدم به آبازیم اجازه بدم بله رو بگه آخه این بله گفتنها به من چه مربوطه؟ راست میگه این پیره مرد بیچاره میخواست سوارش نکنی؟ بذارم تو مغزه؟ آه نه بیا جلو برحال کاریست گذشته و اینجا هم خارج شهر تاکسی پیدا نمیشه بفهم تو سالون یه شینی میل بکنی اخ چند جون شد قلوم شما رو میرسه جلو کلیسا بیا زری آقایونو ببر تو سالون پذره بکن تا ما بیان پذره شما نمیان آخه ما منتظر و آقای از محضر تشکیه را این بله گفتنها به من چه مربوطه من سر پیاجم دعی پیاجم حتی یه کاتای زیر نیم کاتا منم همین فکر رو میکنم دوست داری بریم تو ببینیم اوضاع چه قراره آره بریم فهمیدی؟ هیچ کسی اجازه نمیدی بیا تو حتی پشه آقا کوچیکتر از پشه سراغ داری؟ چی تو؟ تا امضاش مرا نشده شد نیمزارم بال بندازی اینجا مکه که کلیسه هست مجلس عروسی عروس که داماد که نفهم عروس الان میاد دومادم خودی بنده هستم اما چون سه نزم دیگه دفعم عروس نمیخواد زن من بشه کو حقم داری آخه این اشتهاد شما داری درسته حالا هم داریم دنبال یه دوماد دیگه میگردیم ما که خرج شدیم چه بهتر که یه بدبخت که استطاعت نداره عروس کنه دوماد بشه شما حاضری جور ما رو بکشیم یعنی من داماد بشم بله بابا اینجا کجاست دارالمجانین تیمارستان منو کجا بود خیلی خب دعوا نداره چه آقا پسر شما حاضری دوماد بشی والا بعدم هم نمیاد تو غلط میکنی من با تو کار دارم من با شما کاری ندارم دخترتونو که بهم ندادین حالا که مفتی یه زن داری گیرم میاد مخالفت میکنین فکر میکنم یه دامی برای آقا درست کردم چطور ادیبار بریم بالا و همه چیزو بفهم بریم برو پایمینا برو پایم برو پایم نه که دری برو خواهی من چیگاه داری یلا یلا کاشی برو کجام دارم برو پایم آش کاشاله برو پایم یه افزره نمارد برو پایم برو پایم چه عروسی چشم خاره مثل پنجه آفتاب اما شما بی خود قبول نکردین من نمیخواستم قبول کنم آقا جان اول ما رو برسون این دمه کلیسا من کارم انجام بدم بعد اینو بیارین اینجا صد تا به ایزم بدین ای عروس آورد مصابقه گذاشتن واسه من عوضش کنم برو پایینه بیا بالا مرد بیا بالا بارو پایینده بلکو از سهره بلکو چش سفیده نگاه کنه بده بیاد چیزا این چه بینا تو کجا بودی؟ زنی؟ میزنی؟ اگه چی؟ خوش بده اگر آسو بوده آقا عوض خوردن زودتر کار رو تموم کن الله اکبر آقا ایشون چکونه هسته ایشون همه کاره هسته حالا تموم میشه در یه بودو به قلوم بگو بیاد آقایونو با تاکسی ورده باره جلو کلیسی آقا شیدمل بفرمایید حتما خیلی این دو که اتونه قلومیه مدرسی میخواد تلاگیرش همون در الان حسابش میرسه اومدم اومدم به کمکم الان حسابش میرسه مجلله نسرین خانم دختر آقای دورو به دوروی به من وکالت میده شما در مقابله سیر نبود و یک جل کلام الله به عقل دائم آقای کامران دانشی با درامهم ابویست تکرار می کنم دوشیزه یا مکرمه یا معظمه یا بله صدای اون شده بود پس صدای من بود مبارک است انشاءالله
جون کو به من کلک میزنی. پوست بده پوست دستو میزنی. من اجازه نمیدم دخترم بعد این پسر ای آسمون جل در بیاد. من شکایت میکنم. مجفر رحیم زود پلیس خبر کن. مایست در جاده اینا رو یرشون داریم. پیره مرد دیگه فایده نداره. این دوتا زن و شوهرن. اگه دومادت جیبش خالیه سوازش مغزش پرست. سرمایه که تو مخش داره بهتر از میلیون ها پول راچده تو بانکست. این جوون پس فردا یه قاضی شریف میشه که همه بهش احترام میذارن، به وجودش افتخار میکنن. اما شما فکر ذکر فقط پول دنیاست، در صورتی که همه ما خوب میدونیم وقتی از این دنیا میریم فقط دو متر کرباس با خودمون برمیداریم میبریم. آقای دارا، این جمعیتی که اینجا جمع شده همشو برای عروسی این دوتا زحمت کشیدن. اگه شما قلبن رضایت بدین، نه تنها قلب همه اینا رو خوشحال میکنی، بلکه دل دخترم شاد میشه. نگاش کن کیف این گولای عشقیست که چشمش سر زیره. رضایت بدین. الهی شد بدن عروس رضایت داد. نفسی بلند شو بیا دست با خود ببین. خود اخوایم بکن. حقیقتت همینه که 500,000 تومن مهریه رو از دست بدی و خودتو مفت در مقابل 2 سیر نبات و 1 جلد کلام‌الله مورد معامله قرار بدی. نگرش داری بیرون رفتن قدقنه. چرا؟ توف روی تو بیاد که ارزش پولو بیشتر از کتاب خدا میدونی. خیلی خوب، حالا که میخوای دخترتو به پول بفروشی ما معامله میکنیم. آقا محضر مهریه رو 500,000 تومان بنویس. اطاعت میشیم. آقای دارا، معامله به نفع شما تموم شد. یه اونم با 500,000 تومان 500 سال دیگه به عمرتو اضافه میشه. اما فکر نمی کنم با بودن دادگاه خونواده و قضاوت صحیح میون دعوای زن و شوهر این پولو برای پدر و مادرهای تمامی مثل شما یک شای ارزش داشته باشه. مهم سازگاری بین زن و شوهر است که بتونن تا آخر عمر با هم زندگی کنن. برم پلیس اطلاع بدم. آره زودتر برو خبر بده. ببین اما به اونا بگو فقط میتونن در جشن عروسی دخترم شرکت کنن. چشم عقل منو باز خدا را شکر. حالا بیا من چیزی نیست. تو چیزی نیست. نه عزیزم، اگه اینا منو کشته بودن بازم به خاطری تو زنده می شدم. آقا تموم شد؟ بله آقا، به مبارکی و میمنت تمام کمال شد. پس آقا خواهش میکنم کاری ما دوتارم به مبارکی و میمنت تمومش کنیم. شما ها دیگه کی هستیم؟ ما مالی اون اتاقا بالا نیستیم، مالی اتاقا همین پایینیم. کلفتون اوکریم میخواین زن و شوهر بشیم. همینجا بشینین تو زود سیغه ما دوتار هم جاری کنیم. نه اوزو بالله، من فعلا وقت ندارم، باید برم. گوش کنین آقا، من کتک بیاد خوردم، عصبانی هم هستم. کاری نکن که تلافی اون دوتار هم تو دلی شما در رما. زود دفتره رو بازش کنه، ما دوتار هم فوری به هم حلاله. آخه آقا جان، حالا درست شد آقا جون. آقا جون ندارد یا انکهت و وزوت تو هو یا دندونا دا میریزم تو دهنه دا. آخه پسر عزیزم بی خودی که نمیشه، دو نفر شهود لازم داری. قولم آقا درست میگن، برای شهودم ناراحت نباشین، عوض دو نفر ما چهار نفر شهادت میدهید. بسیار خب، شما موافق باشین دیگه حرفی. همه حالا این دو نفر دل و شهود. آقا پس بفرم بیشین همین جا بنویسین. بیان اینم شناسنامه‌مون از دیروز تا حالا حاضرش کرده. مهریه و شیربها. ما فقیر و بیچاره که مهریه و شیربها نداریم. 2 سیر نبات و 1 جلد کلام‌الله مجید کلش میشه 26 تومن و 2,000 درش. بسیار خب جانم، ما که بنویسی نداریم. بنویسیم ده. همین الان سیغه عقد شما رو جاری میکنم، عجلت نداشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پوشیده مکرمه محترمه معظمه مجلله زری فولاد نشان، آیا حاضری شما را به عبد دائم آقای غلام غلام زاده؟ یالت نجد اینو چقدر عجله داشتن. حالا این طوری خاطر جمع بره. Ha 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 ha!